به نام خدا. تو این جلسه دیگه میخوایم وارد محیط اسکیور سرورمون بشیم و ابتدا با پنجره کانکت تو سرور آشنا بشیم و یه دیتابیس ایجاد بکنیم و تو اون دیتابیسمون یک جدول ایجاد کنیم. خب ما میریم اسکیور سرورمون رو باز کنیم. اگر توی تکس بارتون شما اسکیور سرور رو پین نکردین، میتونید از قسمت سرچ ویندوزتون تایپ کنید SSMS تا مایکروسافت اسکیور سرورتون پیدا بشه و روش کلیک میکنیم تا این محیط برای ما باز بشه. محیط اسکیور برای ما باز میشه، پنجره کانکت تو سرور رو میبینیم. این پنجره شامل سه قسمته، یه سرور تایپ داره، یه سرور نیم داره و یه آتنتیکیشن داره. خب میریم یکی یکی سراغ اینا باهاشون آشنا بشیم. سرور تایپ یعنی نوع سرورمون، همیشه میذاریمش رو همون دیتابیس انجین باقی بمونه. سرور نیممون نام سرورمون رو میخواد. بریم یه توضیح بدیم در مورد سرور نیممون. وارد پاورمون میشیم. ببینید بچه ها، سرور نیمون یا میتونیم به صورت دات بزنیم یا نقطه یا لوکال تعریفش کنیم، یا سیستم نیممون بذاریم، نام کامپیوترمون، یا یه آی پی بهش بدیم وقتی که میخواییم از شبکه استفاده کنیم. یه پرانتز کوچولو اینجا باز بکنید تا من یه نکته بهتون بگم. اگر نسخه اکسپرس اسکیولتون رو نصب کردیم رو سیستمتون، باید سرور نیمتون رو بزنید /sql-express. اوکی. خب دوباره برمیگردیم به محیط SQLمون. الان من سرور نیممو دات گذاشتم و اینم نام کامپیوترم هست، این سیستم نیمم. اگه بخوایم آی پی بزنم، میزنم روی بروز و از تب نتبوک سرورز اون شبکه و اون کامپیوتری که با من کانکت شده رو انتخاب میکنم و اوکی میزنم. خب الان سیستمی با من کانکت نیست، کنسل میزنی، میذاریم رو همون دات باقی بمونه. آتنتیکیشن به معنای اعتبار سنجی و احراز هویت هستش بچه. ما به دو طریق میتونیم آتنتیکیشن داشته باشیم، یا ویندوز آتنتیکیشن یا اسکیور سرور آتنتیکیشن. برگردیم به پاورمون، تفاوت این دوتا رو من براتون بگم. ببینید اگر رو ویندوز آتنتیکیشن ستش کرده باشیم، این اتفاق میفته که وقتی کاربر میاد لاگین میکنه توی ویندوز، با عنوان یک فرد معتبر شناخته میشه و SQL سرور اجازه دسترسی بهش میده برای SQL. ببینید تو پنجره کانکت تو سرورم اینجا آتنتیکیشن، وقتی ویندوز آتنتیکیشن هستش دیگه یوزرنیم و پسورد دی اکتیوه. خب حالا اگر SQL سرور آتنتیکیشن رو ست بکنیم، به این ترتیب است که کاربر وقتی میاد لاگین میکنه توی ویندوز، علاوه بر لاگین توی ویندوز یه دیوار حفاظتی دیگه هم SQL سرور جلوش میذاره که باید توی اینم لاگین بکنه که اعتبار سنجیش اوکی بشه و بعد SQL سرور اجازه دسترسی به SQL رو بهش بده. ببینید الان توی پنجره کانکت تو سرور وقتی که آتنتیکیشن هست، SQL سرور آتنتیکیشن، این دوتا آیتم چی شدن؟ اکتیف شدن. خب برگردیم به محیطمون. ببینید الان آتنتیکیشن من رو ویندوز آتنتیکیشن هستش، این دوتا دی اکتیو هن. وقتی که SQL سرور آتنتیکیشن میزنم، این دوتا اکتیو میشن. بسیار خوب، من میذارم رو همون ویندوز آتنتیکیشن بمونه. پس تنظیماتمون به این صورت شد که سرور تایپمون میذاریم رو همون دیتابیس انجین باقی بمونه، سرور نیممون هم دات میذاریم، آتنتیکیشنمون هم میذاریم ویندوز آتنتیکیشن و بعد دکمه کانکت رو میزنیم. بعد از آن دکمه کانکت یک سری زیر آیتم هایی به ما نشون میده این دو قسمت آبجکت اکسپلوره. خب قبل از اینکه بریم دیتابیسمون رو ایجاد کنیم، دوباره یه پرانتز کوچولو باز بکنید. اگه ما بخوایم
دوباره این پنجره کانکت تو سرورمون بهمون نشون داده بشه، تو همین پنجره Object Explorer روی کانکت کلیک میکنیم و میذاریم دیتابیس انجین. اگه بخوایم تغییرات دیگه ای رو بدیم یا به یه طریق دیگه وارد بشیم، اینجا تنظیمات رو عوض میکنیم. بسیار، حالا کنسل میکنیم اینو، میریم سراغ ساخت دیتابیسمون. تو این جلسه من میخوام به صورت ویزاردی به شما یاد بدم که چطوری یه دیتابیس ایجاد کنی و یه جدول ایجاد کنی. تو جلسه بعدی کوئری میزنیم برای ایجاد کردن جدول و دیتابیس. خب برای ایجاد کردن دیتابیس روی پوشه دیتابیسز راست کلیک میکنید و میزنید نیو دیتابیس. پنجره نیو دیتابیس برامون نشون داده میشه. تو این پنجره ابتدا از من میخواد که یه نامی برای دیتابیسم ایجاد بکنم. توجه کنید بچه‌ها، وقتی هر چیزی که من اینجا تایپ میکنم تو قسمت دیتا فایلز نام فایل ها هم اینجا تایپ میشه. بسیار خوب، یه دیتابیس می‌نویسیم، مثلا می‌نویسیم دیتابیس تست، یه نامی براش ایجاد شد. همطور که می‌بینید دو تا فایل داره برای من SQL ایجاد می‌کنه. برگردیم به پاورمون، یه توضیحاتی من بدم در مورد فایل‌های SQL. ببینید SQL Server سه مدل فایل داره. اول اینکه فایل پرایمری دیتا فایل یا MDF هستش. تو این فایل اطلاعات و ساختار جداول ذخیره میشه. یه فایل دیگه هم داره سکندری دیتا فایل یا NDF فایل. این فایل آپشناله، دست خود کاربره، دست خود برنامه نویسه، میتونه بذارتش میتونه نذاره. تفاوتی هم با MDF نداره، ولی زمانی برای ما سودمنده که داده هامونو میخوام تو چندین درایو ذخیره بکنیم. مثلا رشد پایگاه دادمون خیلی زیاده، تونتون داره افزایش پیدا میکنه، به خاطر همین میام میذارمش توی درایو دیگه که محدودیت فضایی نداشته باشیم. یه مثال ببینیم، مثلا تو درایو Xمون تیبلامونو میذاری از نوع فایل MDF و تو درایو وایمون ایندکس هامونو میذاریم از نوع فایل NDF و این NDF رو کراس میکنیم به MDF. تا زمانی که این کراس، این ارتباط برقرار نشه، این NDF هم باز نمیشه. خب حالا بیاییم سراغ فایل بعدیمون، log فایل یا LDF فایل. تو این فایل تمامی تراکنش ها قرار دارن. تراکنش ها شامل چی میشن؟ تمام کارهایی که روی جدول انجام میشه، مثل سلکت کردن، مثل دیلیت کردن، آپدیت کردن، ترگه زدن. اوکی؟ خب الان این فایل SQL مون داره برای ما این دوتا فایل رو ایجاد میکنه، MDF و LDF. یه نکته دیگه که باید اینجا بگم اینه که فایل MDF مون حجمش بیشتر از حجم فایل LDF مون هستش. خب دوباره برگردیم به محیط SQL مون. بسیار خوب، پس فهمیدیم که این فایل میشه فایل MDF مون، این هم میشه فایل LDF مون. لاگ هم نوشته. اینجا ما یه ستون داریم به اسم Initial Size، سایز اولیه. یعنی میگه که این پایگاه دادمون ابتدا که میخواد ایجاد بشه با چه سایزی ایجاد بشه. پیش فرضش همون 8 مگابایت هستش. علاوه بر این یه ستون دیگه هم داریم، Auto Gross چیکار میکنه؟ میگه بعد از اینکه این 8 مگ تموم شد چقدر دوباره من فضا بهت اختصاص بدم به صورت اتوماتیک، که روی 64 مگ هستش. این بیلد رو اگه بزنیم یه پنجره برای ما باز میشه که ما میتونیم این اتو گروث رو فعال یا غیر فعالش کنیم، یا اینکه رشد فایلمون رو به صورت درصدی یا مگابایتی انتخاب بکنیم و ماکسیمم فایل سایزمون میتونیم براش محدودیت ایجاد کنیم یا به صورت نامحدود بذاریم باقی بمونه. ما همین دیفالت رو قبول میکنیم و اوکی میزنیم. قسمت بعدی پسمون هست، مسیری که میخوایم این دوتا فایل MDF و LDF ذخیره بشن. از روی این بیلده
میتونی مسیر آپشنالمون رو انتخاب بکنی. خب من میذارمش تو این طرف بمونه و نکته‌ای که باید توجه بکنید اینه که بچه‌ها همیشه این فایل MDF و LDF باید کنار هم تو یک درایو قرار بگیرن. بسیار خوب. حالا دیگه ما تمام تنظیمات انجام دادیم برای ساخت این دیتابیسمون، نامش رو مشخص کردیم، initial size، auto growth اگه می‌خواستیم ستش می‌کنیم و مسیر رو هم مشخص می‌کنیم و بعد می‌زنیم اوکی. خب حالا از کجا بفهمیم که این پایگاه داده برای ما ایجاد شده؟ میایید پوشه دیتابیسز رو اکسپاند می‌کنید، می‌بینیم که این دیتابیس تستمون اینجا ایجاد شده. اوکی. حالا می‌خوایم یک جدول تو این دیتابیس ایجاد بکنیم. همین دیتابیسمون رو اکسپاند می‌کنیم، می‌بینیم که یک زیر آیتم داره به اسم تیبلز. روش راست کلیک می‌کنیم، می‌زنیم نیو تیبل. بسیار خوب. الان ما میتونیم به صورت ویزاردی یک سری فیلد به این جدول اضافه بکنیم. فرض میکنیم که ما میخوایم این جدول برای دانشجوها درست کنیم. اگه یادتون باشه تو جلسه اول من گفتم که یک دانشجو میتونه یه سری پروپرتی ها داشته باشه که توی پایگاه داده ما به اینا میگیم فیلد. پروپرتی هاش میتونن چی باشن؟ شماره دانشجویش باشه، نام، نام خانوادگی، موبایلش و و و و. خب پس ابتدا میایم یک فیلد در نظر میگیریم به اسم ID که شماره دانشجویی در نظر گرفته بشه. دیتا تایپش هم میذاریم اینت باشه و فیلد بعدیمون میزنیم نیم. گفتیم که کاراکترامون از چه نوعی میگیریم؟ از نوع انورکر. یه فامیلی هم براش در نظر میگیریم، این هم از نوع انورکر. خب بذاریم فعلا همین ستا فیل باقی بمونه. نکته بعدی این بود که ما گفتیم هر جدولی باید یه پرایمری کی داشته باشه، درسته؟ ما میخواییم الان این آیدی پرایمری کیمون در نظر بگیریم. اینو چطوری باید به اسکیولمون بفهمونیمش؟ روش کلیک میکنیم یا روی این آیکون کلید میزنیم که نوشته set primary key، یا نه روی خودش راست کلیک میکنیم میزنیم set primary key. همطور که میبینیم یه کلید زرد رنگ کوچولو اومد اینجا نشست. این یعنی دیگه چی؟ این شده primary keyمون. همینطور هم که میبینید ستون allonals براش چی شد؟ دیاکتیو شد. چرا؟ به خاطر اینکه ما قبلا گفتیم که کلید اصلی دو تا خصوصیت اصلی داره، یکی اینکه نباید نال باشه، دوم اینکه باید منحصر به فرد باشه. خب این اولین ویژگیشو اتوماتیک انجام داد، اما برای اینکه منحصر به فردش هم بکنیم یعنی چی؟ یعنی هر دانشجویی یک شماره دانشجویی مخصوص به خودشو داشته باشه. خب میام چیکار میکنیم؟ از این قسمت column properties یک آیتمی وجود داره به اسم Identity Specification. میایم اینو یسش میکنیم. خب میبینید که من با دبل کلیک کردن روی نو نمیتونم اونو تبدیل به یسش کنم. پس میام اکسپندش میکنم. یه زیر آیتم داره به اسم Is Identity. اینو میام چیکار میکنم؟ روی نوش دبل کلیک میکنم که به یس تبدیل بشه. و همطور که میبینید به صورت اوتوماتیک Identity Specification هم چی شد؟ یک شد. اما دو تا زیر آیتم داره، یکی Identity Increment، یکی Identity Seed. Identity Increment گامش هست که میگه چند تا چند تا من اضافه بکنم به این شماره های آیدی. Identity Seed هم میگه که از چه شماره شروع باشه اون کدی که میخوای به دانشجو یا پرسونل نسبت بدی. من میگم اینو از 1000 شروع کن. پس اولین رکورد من از 1000 شروع میشه و دومین رکورد من میشه چی؟ 1001. چرا؟ به خاطر اینکه من اینو گامشو 1 گذاشتم. خب الان دیگه با این کارمون منحصر به فردش هم کردیم پرایمری کیمونو، درسته؟ و یه نکته این که باید خاطر نشان بکنم اینه که وقتی که این فیلد آیدیمون
میکنیمش آیدنتیتی، دیگه ما نمیتونیم هیچ ویرایشی رو توش انجام بدیم. خود SQL دسته خود SQL دیگه این فیلده. خب حالا کار آخری که باقی مونده که انجام بدیم سیف کردن این جدول هستش. از روی این آیکون فلاپی میتونیم سیف بزنیم یا شورتکات کی کنترل S رو بزنیم. اینجا از ما یه نام میخواد برای تیبلمون. بچه ها سعی کنید تیبلاتون رو به این صورت نام گذاری کنید، TBL underline برای نام اون جدول مورد نظرتون. حالا این جدول ما مال استیودنتس، پس بزنیم استیودنتس. اوکی میکنیم تا این جدول برای ما ذخیره بشه. خب حالا از کجا بفهمیم که این جدول برای ما ذخیره شده؟ تو همین پوشه تیبل که مال این دیتابیس مورد نظرمون هست اکسپند میکنیم، ببینیم که این جدول برای ما ایجاد شده. این DBO هم خود SQL اضافهش میکنه. خب حالا اگر ما به فرض این جدولمون رو بستیم، حالا میخوایم یک فیلد دیگه اضافه کنیم، یادمون رفته اون فیلد رو اضافه بکنیم، چی کار میکنیم برای اینکه دوباره این محیط باز بشه؟ روش کلیک راست میکنیم، میزنیم دیزاین و این محیط برای ما باز میشه. آیتممون رو، اون فیلد مورد نظرمون رو اضافه میکنیم، مثلا موبایل. گفتیم موبایل هم باید از چه نوعی باشه؟ این برگر که دلیلشو قبلا بهتون گفتم. بسیار خوب، حالا سیف میکنیم، جدولمون سیف شد. خب آموزش این جلسه‌مون تموم شد، به پایان رسید. تو این جلسه یاد گرفتیم که چطوری تنظیمات پنجره کانکت تو سرور رو انجام بدیم، یاد گرفتیم که چطوری به صورت ویزاردی دیتابیس ایجاد بکنیم و برای اون دیتابیسمون یه جدول ایجاد بکنیم، چطوری پرایمر کیمون رو سیت بکنیم و آیدنتیتیش بکنیم و ویرایش دوباره روی این جدول مورد نظرمون انجام بدیم.